از غنی عضویت دامات حکمتیار را از تیم مذاکره کننده لغو کرده است انفجار در کاپیسا پنج نفر کشته و رئیس شورای علما زخمی شد طالبان کشته نشدن نیروهای امریکایی نشان دهنده تعهد ما با امریکا است با یاد خدا به از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمده. تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید انفجار در کاپیسا پنج نفر کشته و رئیس شورای علما زخمی شد مسئولان امنیتی در ولایت کاپیسا میگویند که بر اثر انفجار ماین جاسازی شده در موتر حامل میرویس کریمی رئیس شورای علمای این ولایت پنج تن کشته و نو نفر دیگر به شمول آقای کریمی زخمی شدند شاهخ شورش سخنگوی پلیس کاپیسا به خبرگزاری افاق گفت که این رویداد حوالی ساعت دوی بعد از ظهر روز یک شنبه چارده جدی رخ داده و بر اثر آن چارده نفر کشته و زخمی شدند سخنگوی پلیس کاپیسا افزود که ماین مغناطیسی از قبل در موتر رئیس شورای علمای این ولایت جاسازی شده و در منطقه سیاد منفجر شده است وضعیت صحی رئیس شورای علمای کاپیسا مساعد توصیف شده است این در حال است که انفجارهای ناشی از کارگزاری شده ماین های مغناطیسی در این اواخر به شدت افزایش یافته و از مردم ملکی اعضای جامعه مدنی خبرنگاران و نیروهای دولتی دهها قربانی گرفته است دولت میگوید که طالبان پس از امضای توافق اصل با امریکا به ترورهای هدفمند و بمگذاری های مرگبار روی آوردن امرالله ساله، معاون اول ریاست جمهوری امروز بار دیگر پاکستان را به تامین مواد انفجاری و دستگاه های کنترل از رای دور به منظور های هدفمند توسط طالبان متهم کرد. طالبان کشته نشدن نیروهای امریکایی نشان دهنده تعهد ما با امریکا است. گروه ای طالبان اعلام کرد که در عدم حمله آنان بر نظامیان امریکایی در سال 2020 میلادی نشان دهنده تعهد گروه ای طالبان به توافقنامه دوحه با امریکا است. زبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان شامگاه امروز یکشنبه شنبه چهار در تیویترش نگاشته است کملا نکردن آنان به امریکا نشان, نشان می دهد که طالبان وعده های خود را عملی میکنند کنند وی افزوده که از امریکا هم می که تعهدات خود در این توافقنامه را عملی کند سخنگوی طالبان تاکید کرده که هر زمانی که این گروه با جهادهای داخلی به نتیجه رسید همین گونه تعهدات خود را عملی خواهند کرد این در حال است که مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روز گذشته گفت که در سال 2020 هیچ نظامی امریکایی در افغانستان کشتن نشده است وای در تیوترش نگاشته است که سرانجام افغانها هم در مورد صلح و سازش میان خود بحث می کنند و چنین پیشرفت باور نکردنی است از طرف هم دولت افغانستان در واکنش به گفته های مک پامپیو گفته است که سفر نبودن تلفات نیروهای امریکایی به دلیل این است که مدیریت جنگ را نیروهای افغان در دست گرفتن فهیم توخی در رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است رئی از عضویت دامات گل بودین حکمتیار را از تیم مذاکره لغو کرده است. منابع از ایجاد اختلاف نظر میان دکتر عبدالله عبدالله و رئیس خبر می دهند. با این شیوه کار می شود به رسید. امرالله صالح پاکستان سالانه صدها وسایل انفجاری به طالبان می دهد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید که گروه طالبان ریموت کنترل و سطح وسیله انفجاری را از پاکستان می گیرند. معاون افغانستان امروز یک شنبه چورت جدید در صفحه فیسبوکش نگاشته است که پاکستان سالانه سطح وسیله انفجاری مثل ریموت کنترل را به گروه طالبان می دهد. امرولا سالی افزوده است که وسایل انفجاری در بازارهای آزاد تجارتی یافت نمی شود و در پاکستان هم خریدار باید اول اجازه دولت را داشته باشد. معاون روز گذشته نیز گفته بود که ریموت کنترل وسایل پیچیده فنی است که در داخل کشور پیدا نمی شود امرالله سالی گفته است امنیت ملی قرار است جزئیات این تخت ریموت کنترل ها را که هزاران عدد آن سالانه به طالبان از جانب پاکستان تحویل داده می شود به مردم در یک اعلامیه نشان بدهد دولت پاکستان بارها از سوی حکومت افغانستان به همکاری با گروه های تروریستی متهم شده اما اسلام آباد همواره این موضوع را رد کرده است این در حال است که در این اواخر حملات هدفمند با استفاده از مانه های مقناطیسی و ریموت کنترل در سطح کابل بیشتر شده و این و این نوع حملات بیشتر افراد ملکی و فعالان مدنی و خبرنگاران را هدف قرار داده است. ارگریاس جمهوری طالبان در برابر مردم و حکومت می جنگند، نه نیروهای امریکایی. ارگی ریاست در واکنش به سخنان مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفته است که دلیل سفر بودن تلفات نیروهای امریکایی در افغانستان این است که اکنون گروه طالبان در برابر حکومت و مردم قرار گرفته است دواخان مینپال ماون سخنگوی رئیس مرگنی روز یک شنبه چارده جدی در یک نوار تصویری گفته که نیروهای امریکایی به دلیل تلفات نداشته است که نیروهای امنیتی به تنهایی مدیریت جنگ را بر عهده گرفتند وزیر خارجه آمریکا شام روز شنبه در صفحه فیسبوکش نگاشته بود که در جریان حدود یک سال گذشته در افغانستان هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده است مایک پامپیو با اشاره به مذاکرات صلح مذاکرات صلح دولت و طالبان را یک پیشرفت باور نکردنی عنوان کرده و گفته است که ها در حال گفتگو هستند تا به توافق برسند این در حال است که در جریان سال 2019 تلفات نیروهای آمریکایی 20 نفر گزارش شده است مرحله دوم مذاکرات یا دولت موقت یا جنگ دایمی علی موسوی تحلیل از خبرگزاری افاق صلح حتی اگر نزدیک هم باشد در حال حاضر یک رویا است رویایی که شاید به درستی تعبیر شود و یا هم به گونه دیگر رقم بخورد و جای خود را به کابوس جنگی به پایان و ابدی بدهد آنچه ناامید کننده است این است که کابوس جنگ همچنان وجود دارد و قربانی می گیرد و این تنها چیزی است که در فضای کنونی افغانستان واقعیت دارد پس صلح هم هر چی باشد در زمینه جنگ متولد می شود جنگی که بازیگر اصلی آن طالبان هستند و دولت در موضع تقابل و واکنش قرار دارد طالبان هم در صدد تحمیل یکی از دو گزینه ها بر دولت در مذاکرات صلح هستند یا دولت موقت یا جنگ دائمی حفیظ منصور عضو ایت مذاکره کنده دولت میگوید که در دور دوم مذاکرات صلح بس اصلی تقسیم قدرت است او هشدار می که این خطر وجود دارد که جنگ ها تشدید شود چون به گفته او در زمان آغاز مذاکرات سل طالبان سعی میکنند که قضیه را به نفع خود با جنگ یکسره کنند به گفته این منصور مخالفان جنگ در میان طالبان تعیین کننده و عددی نیستند توان گفته های نظر را ندارند به گفته او بدنی طالبان و اکثریت سران آن روحیه نظامی دارند و به دنبال گرفتن قدرت از راه زور هستند آقای منصور متقد است که در درون و بیرون اجماع وجود ندارد شمار از کشورهایی که در 19 سال اخیر در کنار مردم و در حمایت از دولت بوده طرفدار به نتیجه رسیدن این گفتگو و ایجاد حکومت موقت است به گفته او بیشتر کروش کشورهای کمک کننده منطقه یا حکومت حکومت موقت را یک برنامه امریکایی می دانند و با ایده حکومت موقت چندان راضی نیستند سخنان این از آیت مذاکره کننده دولت واکنش ها بر تفسیری سیاسی و قومی و آیدیولوژی داشت سپاس که تا اینم با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را دنبال کنید تا ویدیوی دیگر بدرود